هلی گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. سید هستم و امروز اومدیم با یه سیستم 45 میلیون دیگه. البته فکر کنم ما سیستم با بودجه 45 تومن دقیق نداشتیم، همیشه یا 41 42 بوده یا رفتیم دیگه تا نزدیک 50 میلیون تومن. تو این ویدیو من قراره براتون قطعات رو توضیح بدم، چون علی گایز کسالت داشتن سرشون در گرفته بود و نمیتونست بهتون توضیح بده. برخلاف خیلی تصوری که شما الان دارید، ما سی پی یو که این دفعه خریداری کردیم 13400F هستش. قیمت 13400F و 13400 معمولی نزدیک به هم شده، یه ذره افت قیمت داشته نسبت به هفته پیش. حالا این موقع الان داره تایم ویدیو رکورد میشه، ولی خب قیمتش هلوش 9.5 9600 همینطور است قیمتش. مادربردی هم که بهتر برای این سی پی انتخاب کردن B760MA وایفای هستش که دیگه نیازی به بایوس آپدیت نیستش، چون اگه شما می‌خواستید مادربرد بیشتر از B660MA وایفای بگیری، یه ذره دردسر بایوس آپدیت داشتش که خب بهتر بود که اون یه ذره هزینه بیشتر آدم بکنه و B760MA وایفای انتخاب بکنه. قیمت این مادربرد هم تقریبا 800 تومان هستش، حالا بالا یا پایین داره، ولی خب با این قیمت خیلی مادربرد خوبیه، چیپست جدید مناسب برای 13400F. رمی هم که انتخاب کردیم 32 گیگرمه که به انتخاب خود مشتری بوده، 16 گیگرم واسه این سیستم کافی بود، ولی خب خیلی خودشون خواستن که رمشون 32 گیگ باشه. دو تا رم دوال 16 کورسه فرکانس 3200. رمای کورسه جدیدن وارد شده، یه ذره قیمتشون افت کرده و بهتر شده. الان قیمت همین 32 گیگ تقریبا 4 میلیون و 100 تومان هستش که خیلی قیمت خوب و عالیه. کولر که مثل همیشه ما انتخاب کردیم RG 400 BK ARGB برند دیپ کول هستش که برای سی پی 12400F و 13400F و کلا حالا خانوادهشون واقعا مناسبه. بسیار اینا رو خنک کنین، یه نیازی نیست شما هزینه بیشتری بکنین. خیلی تو کامنت ها میان میپرسن که آقا آیه AG 400 برای این توی 12400 13400 کافی هست؟ که من بهتون میگم که کافیه، لازم نیست بچه هزینه بیشتری انجام بدید. بله، اگه شما ویدیو قبلی میان کنین، من اکثرا تو اکثر ویدیوها من تایالا مخصوصا ویدیو تست سیمنچ رو میذارم. سیمنچ بچه یه تستیه که به شدت سی پی رو درگیر میکنه و دما رو ماکسیمم حالت ممکنه میبره، و خب این کولر از پس این سی پی ها بر اومده، دماد یه نهایت 70 بوده و خیلی خوبه برای این سی پی ها. خب رمو گفتیم، کولر سی پی رو گفتیم، بریم سراغ اس اس دی. اس اس دی که برای این سیستم هم انتخاب کردیم 1 ترابایت الکسر ان ام 620 هستش که یه اس اس دی خوش قیمت با قیمت 2200 تومانه که تو بازار با این سرعت نمیتونید بهتر از این پیدا بکنید. به نظر من میتونید یکی از انتخاباتون باشه. M2 هم هستش، فوق العاده عالی. این لازمه شما سراغ ساتا برید. بچه ما حالا در مورد گرافیک صحبت میکنم. پاور هم که واسه این سیستم انتخاب کردیم G700 گلد کولر مستر هستش که تو اکثر اسمبل اخیرامون اونا مخصوصا سیستمای میان رده به بالا بودن انتخاب شده. این پاور جزء مدل اقتصادیه برند کولر مستر هستش که تو بازار موجوده، یه ذره قیمتش دوباره رفت بالا. مثلا قیمتش اول 3600 و 700 و 800 بودش، الان دوباره رفته بالا نزدیک 4 تومن شده که خب یه ذره قیمتشون افزایش داشته. بچه گرافیکی که برای این سیستم انتخاب کردیم 3070 Ti TOF ASUS که با توجه به گرافیکی که انتخاب کردیم پاور G700 برای این سیستم کافیه، لازم نیست شما هزینه بیشتر بکنید. گزینه دیگه تو پاورها هم بودش که بهترین گزینه همین کولر مستر G700 بود با توجه به قیمتی که داشتش. شما میتونید مثلا به سمت 750 گولد MSI که خب قیمتش خیلی نزدیک 700 تومن بیشتره، خب ارزش خرید نداره. و آخر از همه رسیدیم به کیس دراکو XT برند گیمرز که ما آنباکسش حالا قبلا گرفته بودیم، علی آقا رکورد کرده بود و داخل کانال هم هستش ویدیوش، حالا اینور یا اینور حالا نمیدونم، بستگی داره که فارسی باشه یوتیوبتون اینجاست. و تموم شد دیگه، بریم سراغ اسمبل و آنباکس قطعات. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.
یا سلام تیم، بالاخره برگشتم برای توضیح درباره کسی که اسمل کریم بدم. اول عذرخواهی کنم که صدام گرفته، به خاطر اینترو نتونستم رکورد کنم، ولی گفتم توضیحی بدم. اول کسی روشن کنم شما ببینید که تخصیل شده دیگه صدام در نمیاد، ببخشید. مشخصه سیستم که 13400 بود و 32 رم داشت و یه سیستم قوی بود، ولی خب خیلی دیگه فول ARGB نشد. کیس هم واقعا واسه خرید جویکیس واقعا داستان داریم، الان هیچی موجود نیست تو بازار. کیس های خوب همه ترکشیدن. واقعا یکی از ها میپرسه آقا توی این رنج، توی اون رنج، توی اون کدوم رنج یه کیس خوب معرفی کنم؟ واقعا نمیدونم چی معرفی کنم، خیلی داستان داریم الان سر خرید کیس. ولی حالا دیگه به هر حال ببخشید، ولی حالا دیگه به هر حال این همچین سیستمی اسمبل شد. 13432 گرم یه تر SSD و 3070 Ti تاف ایسوس استوک AG400BK ARGB آخرین نسخه بود که خودمون داشتیم. حالا نمیدونم دیگه همکارا چند بخوام بفروشن. پاور 600 و... نه GF100 گلد کولر مستر، دراکو XC گیمرکس هم که کیسمون بود، ویندوز هم اومد بالا، RGB های سینک رو مشاهده میکنید، مادربرد B760 ایمی وای. خب تست گیمر هم حتما ببینید. این کارت گرافیک قطعا از 3070 قوی تره، ولی به پای 6800 XT نرسید توی تست گیمر. توی رنج قیمت 45 تومن یه سیستم دیگه داشتیم 43 تومانی بوده که 12400 بوده با 6800 XT، اونم عملکرد بهتری داشته با توجه که این 8 گیگ ویرم داره، اون 16 گیگ ویرم واسه توکی که قشنگ اون بهتر. ولی حالا دیگه بعد سلیقه دیگران احترام بذارید. دوست خوبم عرفان 3070 Ti خواست و ما واسه 3070 Ti هستیم.